یا رب ز کرم بر من درویش نگر، بر من بیچاره خسته دل ریش نگر. هرچند که نیم لایق بخشایش تو، بر من منگر بر کرم خیش نگر. سلام و صد سلام خدمت تمامی شما هموطنان عزیز و نازنین ما که در هر گوشه و کنار این سرزمین خاکی که زندگی میکنین، امیدوار هستم که خوب، صحتمند، سرحال و یک صبح فوق‌العاده عالی را کنار خانواده هایتان آغازگر بوده باشین. بار دیگر خداوند را باید بی‌نهایت سپاسگزار بر این باشیم که بر ما فرصت میده تا در خدمت شما باشیم و این برنامه زیبای دیدنی گلبانگ را خدمت شما بهتر و خوبتر و زیباتر تقدیم میکنیم. خب دوستان، امروز ما متاسفانه بگویم که تنها هستم. همکار خیلی خوب و مرزو جان خواستن که به یک چند روز رخصتی بکنن، البته زیاد نیست، دوباره زود برمیگرده و ما قرار است که چند مدت تنها باشم. البته فراموشم نشه که با همکارانم که در بخشای مختلف از برنامه گلبانگ سهم دارن، نظیمه امیرزاد و بانو سونا رجبی، همچنان حسنا اسمتی که در بخش گزارش شهری هستن، اونا هستن و میان بخشای مختلف از برنامه را خدمت شما تقدیم میکنن. خب دوستان عزیز، ما چند خبری که از دیروز تا به حال اتفاق افتاده و تازه ترین و بهترین شما میخوایم که به شما بخونش بگیریم. خبر اول دوستان عزیز در موردی است که خب سازمان بین المللی مهاجرت اعلان کرده است که از ماه جنوری تا سپتامبر امسال بیش از 2400 فرصت شغلی برای برگشت کنندگان ایجاد کرده است. این نهاد گفته است که با حمایت از کارآفرینان کوچک و متوسط در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کرده است و ای که جوانان میان به طرف افغانستان و از مهاجرت دور میشن، خب میان به طرف افغانستان باید فرصت شغلی برشان ایجاد شود تا ای که کار بکنن و بیکار نمانن، پس دل خوش نکنن به طرف مهاجرت، که اقدام خیلی ها نیک است. و خبر بعدی دوستان عزیز همچنان در مورد وزارت صحت عامه است که وزارت صحت عامه از آغاز چهارمین دوره کارزار فلج کودکان در 16 ولایت خبر داده است. سخنگوی این وزارت میگوید که قرار است در این کارزار 6.2 میلیون کودک زیر 5 سال در 3 روز واکسین دریافت کنند. وی از شهروندان کشور خواست تا در راستای تطبیق واکسین ضد فلج کودکان همکاری کنند، که این هم اقدام خیلی نیکی است. باید در ای که ما اطفال خود را واکسین بکنیم، باید همراه کارمندان که از وزارت صحت عامه هستند کمک بکنیم و دل خوش بکنیم به طرف ای که اطفال خود را باید واکسین بکنیم تا باشد که از فلج دائمی و هم از فلجی که دامنگیر کودکان قرار است که اگر واکسین نشوند شوند باید واکسین شوند. خب دوستان عزیز، میریم به طرف یک قسمتی از برنامه منجنیق. قسمتی از برنامه منجنیق می‌بینیم، با هم یک جا می‌خندیم و دوباره در ادامه برنامه برمیگردیم. پیدا کردیم کسی را پیدا کردیم که امروز باید برشان کمک کنیم. آه بخیر، این کمک کردن به انسانی که واقعا ضرورت داره، ای برای انسان بسیار خوب است که کمک کنی. برای انسان محتاج و دست یک غریبه بگیری، ای بسیار خوب میشه. سمیر جان، کسی را که ما میخواستیم که بپالیم و کمکش کنیم، فکر میکنیم امی کاکا جان مناسب است. بله، کمک‌ها را امروز بیاریم برای کاکا بتیم. باز امی را در صفحات پرتو نگرد، باز در یوتیوب در کل چیز پرتو که ما به کاکا جان کمک کردیم. کمک چی است؟ کاکا جان سلام علیکم. سلام، خوب هستی کاکا جان؟ شکر، خوب هستم. صحتت خوب است؟ شکر، بد نیست. زنده باشی، خیر ببینی کاکا جان. ما دو سه روز است که دیدیمت که دینمی جششتی، باز ما به نتیجه رسیم چون ما یکان کمک و چیزا داریم، وقت فقرا، کسایی که ضرورت داشته باشه به اون مردم کمک میکنه. خدا خیر بده، برای ما کمک جمعوری میشه، باز ما او را میاییم به نیازمنده کمک میکنه. خدا خیر بده دیگه صاحب. امروز ما به این نتیجه رسیدیم، ما و سمیر جان به این نتیجه رسیدیم که امی کمک ام دفعه نوبت خودت است که امی کمک به خودت بتیم. این کمک ببخشن نخته است؟ نخته خو نیست. نخته ما میگیریم یکمش میکنیم، یکم دیگه شام زب به می کسایی که ضرورت داره ما امور میتیم کمک. خانه بود مقصد به نیازمندا کمک میکنیم. ما دیدیم که خودت نیازمند هستی،
سه چهار روز است که دینم چه ششتی بود ما و می سمیر جان گفتیم بیایم یک کمک کنیم ولی یک دو سه قطعه عکس تا کاکا جان میگیریم با دصفات اجتماعی میندازیم خیره صد دانه بگی مقصد کمک باشه خب چون مجبور هست خب خیر ببینیم ما عکس پرتیم خالد چه جان کاکا ببخشه یک همسایه دارم وضعیت ازم خراب است وضعیت ازم خراب یعنی وضعیتش خرابه که ببینید دلت میسوزه خب او رام کمک میکنیم حالا خب به تو کمک آوردیم خانه آباد باز او رام کمک میکنیم باز دمی یوتیوب ها مندازیم باز در صفحات اجتماعی ها مندازیم باز دمی فیسبوک ها مندازیم باز در کل چیز مندازیم خب بخشه یوتیوب چی هست؟ تلویزیون هست؟ یوتیوب یک دمی سوشال میدیا میگن خب دمی چیزا مندازیم که کلگی سیل میکنه او را که تو هیچ کار نکو تو ازم جا که ته شور نخو سمیر جان تو برم کمکار از موتر بیار علا بچیم آورده میشه رئیس آوردی؟ آوردیم بله آه. خب بیارم کمک این کاکا جان این یک بوتلک روغن برای تو آوردیم اینی روغن بگی اگه خوردی خوردی نخوردی پایت هم چرب کنی خوب است هم به خوردن میشه کاکا جان این یک دسته قطعه ای چی میکنه؟ یکس میگیره یک سگیره اول صبر کن که من کاکا جان بفهمانم که این مواد ما از موادهای اگرچه که کم است مگم کیفیتش خیلی بالاست اینی روغن است هم میتونی که اگر تخم پخته کنی اگر با دل تخم نشد یکان کمرت پایت گردنت میتونی که دو چوه چرم کنی دیگه نه یک دو دانه بیسکیت آوردیم اینه گشته کشیدی باید میتونی که کتای روغن نه کتای همی کتای هاو بکنی اینه اینا لباس های اینه میره یک عکس میگیریم که کل بفاهمه که ما با تو کمک ما هم خنده کنه؟ نه تو گریان کن نه تو هم خنده کن نه که خنده نکن ما خنده میگن تو خنده بلد نیست نه بیسکیت ها اینه کاکو کنه چی چیزا داده چی که خنده کنه تو خنده کن؟ اما دمی که بس خمی خنده که نکنه خنده تو خواه که خنده تو نکن ما خنده میگنیم بس که ما با تو کمک کنیم صحیح صحیح اینه این صاحب اینی بسکیت کارم بگی گرفتم رئیس صاحب گرفتی؟ خیلی ببینی اینه کاکا جان اینمی کمک کارم بگی دیگه ما رفتیم از پیشت با مان خدا بریم بخیر رفتیم؟ با مان خدا کاکا جان دعا کنی کاکا جان خب؟ با مان خدا خدا برو با مان خدا هی هی غریبی چقدر مشکل است غریبی واقعا سخت است یک عکس گرفت بخاطر از این بوتل روغن یک عکس مرا گرفت ما گفتم شاید عکس ما رو میگیره این خو عکس فکر کنم گفت در فیسبوک مندازه فکر کنم در یوتیوب مگه مندازه ای هی باور کن در طول زندگی خود یک تا عکس ما نداشتم یا یک عکس گرفت فکر کنم در کل جهان ما رو نشان میده بخاطر یک بوتل روغن دودونه بسکوت ای خیر نبینین هی هی فکر کنم که نام خدا نیک میکنین هی غریبی هی بله دوستا قسمت از برنامه منجنیت بود که با هم یک جا تماشا کردیم در مورد سوژهشان البته در مورد کمک و ویدیو گرفتن یا عکس گرفتن بود که من نمیگم که کار درست است یا خیر به خاطر که بعضی ها هستن که به خاطر اینکه یا نیتشان این میباشه که عکس بگیرن امرای کسایی که کمک میکنن تا اون در صفحات اجتماعی منتشر بسازن تا باشد که یک چند نفر دیگه که میخوان کمک بکنن تشویق شون به خاطر اینکه کمک داشته باشن و نیت بعضی هایی است که به خاطر 4 تا فالوورز و 4 تا لایک و کامنت میایین به امرای کسی که کمک میکنن عکس میگیرن متاسفانه که خب نیت ها فرق میکنه ببینیم یا هر اون کسی که هر اون نیتی که می داشته باشه مطابق با مو خداوند برش پاداش تعیین میکنه خب دوستان عزیز ما میخوایم که در مورد یک مطلب به شما چند مورد را بازگو بکنم که باید ما در زندگی خود همواره و همیشه هر اون چیزی که در زندگی ما اتفاق میفته باید هیچ وقت غمگین نباشیم کار سختی که ما و خودت یا ما و شما می داشته باشیم مطمئن باشین که آرزوی هر بیکار می باشه و فرزند لجباز و فرزند بازیگوشی که ما و خودت به طور مثال می داشته باشیم آرزوی پدر مادر که در آرزویی هستن که فرزند داشته باشن هست و همچنان خانه کوچکی که خودت می داشته باشی دوستان عزیز این آرزوی هر فردی که خانه نداره و در خانه های کرایی زندگی میکنن آرزوی از این فرد می باشه
پول دوستا، پولی که ما و خودت می داشته باشیم، مطمئن باشین که آرزوی هر قرضداره که پول نداره و به خاطر تایی که قرض خود را پرداز بکنن آرزویش می باشه. سلامتی دوستا، سلامتی و صحتی که ما و خودت می داشته باشیم، مطمئن باشین که آرزوی هر مریضی می باشه. پس در زندگی خود همواره و همیشه دوستا باید قدر چیزهایی را که در زندگی داریم باید بدانیم و به خاطر نداشته های خود هیچ وقت غمگین نباشیم. تلاش بکنیم مطمئن باشین که نداشته ها را همچنان در زندگی خود ما می داشته باشیم. خب دوستان، بریم طرف یک میان برنامه خیلی کوتاه، در ادامه بازم همراهی شما دوستان را با برنامه گلبانگ خواهند است. برگشتیم دوستان عزیز، دوباره در خدمت شما هستیم و تشکر میکنم از اینکه تا این دم بیننده برنامه هستین. خوشبختانه که مهماندار هستم سید زکریا هوفیانی، استاد دانشگاه و همچنان فارماسیست هستن که بیشتر صحبت میکنیم روی موضوعی که انتخاب کردیم، دواهای خواب‌آور یا مصرف داروهای خودسرانه خواب‌آور. بیشتر از زبان دکتر صاحب بشنویم. دکتر صاحب سلام، صبحتان بخیر، خیلی خوش اومدید. علیکم السلام، صبح شما بخیر، امیدوارم شما خوب صحتمند حال باشین. بخیر باشین، سلامت. شما چی حال دارین؟ الحمدلله خوب است. صحت شما چطور است؟ الحمدلله خوب است. صبح چگونه آغاز کردین؟ صبح بسیار پر انرژی خوب، الحمدلله. همیشه صبح پر انرژی آغاز میکنین؟ بله. چی انگیزه باعث میشه که پر انرژی آغازش بکنین؟ خب شب وقتتر بسرات میکنم، صبح وقتتر بیدار میشم، مطالعه است و نماز صبح است، ورزش است. بله دکتر صاحب، تا حال از داروی خواب‌آور استفاده کردین؟ نه خیر، استفاده نکردیم. چون هم تقسیم اوقات ما تنظیم کردیم، ما پیش میرم شوال تو استال استفاده نکردیم خودم. بسیار خوب، میشه در مورد خواب یک تعریف داشته باشین دکتر صاحب؟ خب خب که بپردازیم به پرسش های بعدی. خب یک نیازمندی های جسمی بشر می باشه که بعد از فعالیت های متواتر با بهبود یافتن صحتشان نله با وقوع می پیونده. و خواب هم بر هر فرد خصوصا برای بشر بسیار ضرورت می باشه. چرا باعث استراحت شدن مغز یا رفع ساختن خستگی های ما ضرورت می باشه. تعریفش فقط این است که به خاطر رفع ساختن خستگی های ما خواب است. بله. خب دکتر صاحب، در مورد بیخوابی و دلایل بیخوابی بگوین که واقعا چی می باشه؟ بیخوابی یکی از عدم بیخوابی رو هم به نام خواب بیکیفیت یا خواب ناکافی یاد میکنن که به دلایل استرس بودن زیاد، بعض اشخاص زیاد استرس دارن، نارام هستن، همیشه با چرت و فکر هستن. و دوم تجربه از حکایتسی بعد هست، خصوصا حملات انتحاری یا حملات مثال در جامعه رخ میده. از این هست که اینا باعث میره خوابشون به طریق باعث بیخوابی شوه. و سوم هم شم استفاده از دخانیات مثال سیگریت یا استفاده از کافئین، از طرف شب بیشتر ماچ استفاده میکنن یا چای زیاد مینوشن یا قهوه زیاد مینوشن، اینا باعث بیخوابی میشه. بله دکتر صاحب، حالا در مورد داروهای بیخوابی اول اشاره بکنین، بعد از اون باز میریم روی که نباید خودسرانه مصرف شوه. بله، داروهای خواب آور از استراب با هم یک مسرحت خاص دارن. اگر داروهای خواب آور و زیر استراب داروهای خواب آور به دوز بلند استفاده شوه، داروهای زیر استراب داره، و اگر داروهای زیر استراب به دوز بلند استفاده شوه، داروهای خواب آور داره. بله دکتر صاحب، چرا ما اصلا از داروهای خواب آور استفاده میکنیم؟ خب ما قبل تذکر دادم در صورت بیخوابی خود مشکل دایی است که خود شخصی که استفاده میکنن معلومات کافی در مورد دوا نداره، خصوصا دوای خواب آور، که اینا باعث اعتیاد وابستگی پایین شدن فشار خون میشه. وقتی پایین شدن فشار خون شوه، اینا باعث میشه که مریض به سرگیجه پیدا کنه و به خواب بره. خب دکتر صاحب، مصرف خودسرانه داروهای خواب آور میتونه که چقدر مضر باشه به صحت انسان؟ خب مصرف خودسرانه در جلسه گذاشتم گفتم یک روش کاملا غلط، اشتباه می باشه که توسط افراد غیر مسلکی یا توسط خود فرد به دوز نامعلوم، به مقدار نامعلوم، مدت نامعلوم، بدون کدام ارائه معلومات کلینیکی حفظ میشه. بله، و اینا باعث مشکلات زیاد میشه. مثلا این مشکلات میشه که مشخصا شما رو بار بیان بکنی. مثلا از آی خبر استفاده می باعث وابستگی. وابستگی چی؟ وابستگی به خود دوا.
خب وابستگی به دوا بعد وارد بعدی و وابستگی میشه، افسردگی بیشتر میشه، پایین بودن فشار میشه دیگه، مشکلات جلدی در خود جلد میشه و هر گور بعد دوایی که استفاده میشه مشکلات خود حل. خب وقتی که از داروی خواب آور انسان استفاده میکنه، خب طبعا به خواب میره، وقتی که خواب شد چرا باز جلد انسان خراب شد؟ عوارض جانبی پیدا میکنه، عوارض جانبی از اون باعث مشکلات جلدی میشه. خب دکتر صاحب، کدام عوامل باعث میشه که یک انسان داروهای خودسرانه را مصرف بکنه؟ درک نادرست مریضان است از داروهای خودسرانه استفاده میکنن، مشکلات اقتصادی است یا احساس خجالتی میکنن بعد مراجعه کردن به دکتر که ما استرس دارم یا افسرده است نمیتونم پیش دکتر برم، شاید دکتر به من دوا بده یا نه. یعنی حالا سه منبع مهمی که دارم، یکی اولش هم اقتصادش، دومش هم خجالتی است، وسیلهش هم درک نادرست مریضان از خود دواها میباشه. دکتر صاحب، پس از دواهای خواب آور استفاده نکنن، شما چی تکنیکای پیشنهاد میکنین؟ خب باید استفاده بکنن تا خوابشان تنظیم شود. روزانه سه دقیقه ورزش، مطالعه، از طرف شب زیاد مایعات استفاده نکنن، خصوصا قهوه و چای. از روزانه 15 الی 20 دقیقه در آفتاب نشستن، اینا باعث هم باعث افسردگی میشه. استفاده از میوه‌جات، خصوصا میوه‌جاتی که دارای ویتامین دی باشه، ویتامین ای سی باشه، اینا بیشتر میتونه به خوابی ما کمک کنه. به خاطر بیخوابی ما کمک، تکنیکایی که انسان میتونه توسط از او یا او تکنیکا رو در پیش بگیره و خوابشون تنظیم شوه، این تکنیکا کدام هست؟ تکنیک اول از طرف شب وقتی اون استراحت میکنن، دوری از منابع نوری، از تلفن، تلویزیون، اینا میباشه. دوم گرفتن حمام با آب گرم و از سوم ورزش، مطالعه، اینا زیادتر ما کمک میکنه ما خواب کافی داشته باشیم. بسیار خب دکتر صاحب، توصیه‌تون و یا هم گفتنیتون باید از کسانی که دوای خودسرانه مفروشن چی هست؟ خب افراد دوای خودسرانه و دواخانه مفروشن، اونا خب احساس مسئولیت باید در قبال جامعه داشته باشن. بله. شخص مریض که از نامش معلوم است مریض است، برشان بگویه. اگر توصیه میکنه به مقدار کم توصیه کنه برشان که استفاده کنن، بعد از او اگر نمیتونستن به دکتر خیلی وسایل بینا رو مراجعه کنن یا بعد برای شناسا اونا رو معرفی کنن که از دوای خسران استفاده نکنن، چون باعث مشکلات در آینده برشان میشه. بله دکتر صاحب، استفاده از داروهای خواب آور همیشه منفی میباشه؟ بله همیشه منفی می باشه. همیشه باعث مشکل ساخته شده. خب اینا ما گفتیم دا سرحد میان خاص وجود نداره بین دوای خواب آور از استراب. دوای خواب آور اگر به مقدار زیاد استفاده شود تو افراد خواب آور داره. به مقدار زیاد منظور نبود. منظور می بود که همیشه منفی می باشه. جنبش استفادهش همیشه منفی می باشه. همیشه عوارض می داشته باشه. طبعا اینا وقتی مریض چرا ساخته شده خیر. جلسه بعدی وقتا گفته بودم دوا به منظور تشخیص داده وقایع استفاده میشه. خب فردی که خواب نداره میخواد که خواب داشته باشه، بله. خب باید از دارو استفاده بکنه. شخص خواب نداره مشکل استرس داره، نارام است. شما دارو درمانی پیشنهاد نمیکنید؟ دارو درمانی پیشنهاد میکنم، البته با مشاوره با متخصصین عقلی و عصبی با امراض مشوره کرده استفاده کنند. عوارض جانبی دارو خسارت بسیار مشکلات زیاد در قبال داره. بله شما سلامت باشین، تشکر. اگر حرفی داشته باشین پیامی بفرمایید. فقط صحت ثروت است، از دوای خسران خصوصا دوای خواب آور استفاده نکنن، باعث مشکلات زیاد در بدن میشه. بله شما سلامت باشین، تشکر. خوش میکنم. خب دوستان عزیز، تشکر و سپاسمندتون هستم که تا این دم بیننده برنامه هستین. میریم به طرف یک بسته تصویری خیلی کوتاه، در ادامه بازم همراهی شما دوستان را با برنامه گلبن خواهند است. بله دوستان، دوباره برگشتیم و در خدمت شما هستیم. مهماندار هستم خوشبختانه که عبدالواحد کمال مدیر مکتب در برنامه حضور پیدا کردن و موضوع خیلی ها مهم را انتخاب کردیم که روش گپشونید می داشته باشیم، شیوه های آموزش و روند یادگیری شاگردان. اما قبل از همه سلام صبحشان بخیر. سلام صبحتان بخیر مدیر صاحب محترم، خیلی خوش آمدین. علیک السلام، درود و سلام به شما و بیننده های عزیز. بخیر باشین. صبح چی گونه آغاز کردین و چی حال دارین؟ معمولا صبح ها را الحمدلله بعد از اینکه میخیزیم و نماز ادا میکنیم، خودش یک نشاط خوبی است برای آغاز یک صبح و آماده میشیم به طرف کار و وظیفه. بسیار خوب. کمال صاحب، قبل از اینکه بپردازیم به پرسش های برنامه، دوست دارم که از زبان شما بدانم در مکتب که شما فعلا مدیر هستین، مدیری بر حال، از چی وضعیت قرار است مکتب؟ مکتبی را که من فعلا مدیر مسئولش هستم، لیسه خصوصی ستاره تابان،
مکتبی است که سال 1402 ما تأسیس کردیم بر مبنای مفکوره های جدید و ارائه خدمات عالی و متناسب با سیستم شاگرد محوری در کشور و خواستیم مکتبی باشه تا یک فضای مناسب برای اطفالی که احساس میکنند که همجا خشونت است و شاید اکثر اطفال احساس میکنند مکتب جایی است که باید تهدید شوی، تحقیر شوی، ما برعکسش مکتبی ساختیم که اطفال دوست دارن اونجا بیاین درس بخوانن و از درس لذت ببرن. شما سلامت باشین، انشالله که خداوند به شما توانه بیشتر بده تا شما خدمت بیشتر داشته باشین. خب مدیر صاحب، به نظر شما بهترین شیوه آموزشی به خاطر یادگیری بهتر شاگردان و هم دانش آموزان چی بوده میتونه از نظر شما؟ شیوه ها یا متد های تدریس به ده ها متد میرسه و کتاب های زیادی در این بخش نوشته شده. بله. بهترین روش یا شیوه که برای تدریس مناسب است شیوه هایی است که متناسب با سیستم شاگرد محوری باشه. بله. البته شاگرد محوری وقتی میگیم یک سیستم است که در عصر حاضر کاربرد جهانی داره، پذیرفته شده است و خیلی مؤثر است. یعنی در سیستم شاگرد محوری شاگرد محور است. وقتی شاگرد محور است ما باید روش ها و شیوه های تدریس طوری تنظیم بکنیم، انتخاب بکنیم که هم متناسب با موضوع درس باشه و هم با هدف باشه و همچنان شاگرد انگیزه های درونی و بیرونیش تقویت بکنه که بتانه میره به شاگرد یادگیری سریعتر انجام شد. بسیار خوب. مدیر صاحب، چی عوامل بر روند یادگیری و شاگردان تاثیر میگذاره؟ یعنی باید محیط چگونه باشه؟ کدام عوامل باعث میشه تا یک شاگرد درستتر خوبتر درس را بیاموزه؟ دقیقا همونطور که شما گفتین عوامل مختلفی وجود داره برای یادگیری شاگردا که قبلا هم عرض شد. ما به خاطر یادگیری شاگردا باید قوانین یادگیری را اول معلم بدانه و او را تطبیق بکنه. قوانین یادگیری که دانشمندای عرصه تعلیم تربیت و میزن 6 قانون اونا تذکر میدن. قانون اول قانون آمادگی است، بعد قانون تقدم است، قانون شدت است، قانون تاثیرگذاری است و قانون تمرین و تکرار و قانون ارتباط موضوعات درسی با زندگی روزمره. این 6 قانون اگر یک معلم هضم بکنه، بدانه و مهارت تطبیقش با در نظر داشت شرایط روانی، جسمی، فرهنگی، اجتماعی، فضای صنف، محیط صنف، تجهیزات و امکانات در نظر بگیره، یادگیری بسیار سریع و خوب صورت میگیره. بسیار خوب. مدیر صاحب، قوانینی که شما یادآور شدین و اسم ازشان بردین، میشه که دو قانونش توضیح بدین، بیشتر وضاحت بدین در موردش؟ هر 6 قانون خیلی قوانین عمده و کلی و خیلی مهم هستن. اول قانون آمادگیشه روش صحبت میکنیم. هر کدامش که خوبتر است و مهمتر است میشه که مربوط. دقیقاً هر تمامش مهم هستن. هر کدام در جای خودش مهم است، ولی مهمترشون ما از اول شروع میکنیم. اگر یک معلم خودش آمادگی لازمه نداشته باشه، یعنی قبل از درس باید در محیط خانه یکی 2 ساعت، حداقلش 2 ساعت باید اختصاص بده برای آمادگی موضوعی را که فردا میخواد تدریس بکنه. معلم وقتی آماده بود، آمادگی شاگردای خودم در نظر بگیره، از نظر فرهنگی، از نظر لسانی، از نظر روانی، از نظر جسمی، حتی از نظر شاگردی که دهاتی است و شهری است، اینا را در نظر بگیره. بله. میتونه یک درس خوب داشته باشه. جنبه دیگیش بودی که بسیار مهم است و ارتباط میگیره برای انگیزی شاگرد و علاقمندی شاگرد به مکتب، موضوع تمرین و تکرار است. هر قدر شما درس به شکل تیوری بخوانین، قطعا آموزش صورت نمیگیره تا تجربه نکنین، تا تمرین و تکرار نکنین. طور مثال اگر شما سالها کورس دریوری بخوانین، اگر عملا پشت فرمان موتر نشینین و
درایو نکنین به اطمینان کامل که شما دریور نشدین. عین گپ، اگر معلم تدریس میکنه و در تدریس شاگرد سهیم نباشه، شاگرد با جسم و روحش در عمق درس داخل نشه، تمرین و تکرار نکنه، یادگیری صورت نمیگیره. بله. خب مدیر صاحب، نقش معلمان در تشویق و ایجاد انگیزه به خاطر یادگیری چقدر میتونه مهم باشه و واقعا چه هست؟ معلم در سیستم شاگرد محوری به این معنا نیست که معلم محور نیست. معلم رهنما است. معلم بله. کسی است که میتونه نقش بسیار اساسی را در انگیزه شاگردا ایجاد بکنه. که این نقش اساسی معلم میتونه تشویق باشه. به جای تنبیه، معلم باید شاگرد را تشویق بکنه، انگیزه های درونیش را بیدار بسازه، درس خود را تبدیل بکنه به یک بازی که شاگرد احساس بکنه که یک گیم بازی است. اما معلم هدف درسی خود را نهادینه بسازه و این فضا میتونه که شاگردها را خیلی دلگرم به درس بسازه. حتی شاگردهایی که گریزپا هستن، از مکتب به نحوی فراری هستن، اگر ما فضای مناسب در مکتب ایجاد بکنیم و معلم ما توانایی و مهارتی را داشته باشه که درسای خود به شکل بازی ارائه بکنه، بله. شاگردها بیشتر علاقه‌مند میشن. که ما این عملا تجربه کردیم. همی شروع سال بود، یکی از والدین پیش ما آمد، گفت روز جمعه طفل من مرا مجبور ساخت که مرا مکتب ببره و آوردمش. دروازه مکتب بسته بود، از دکاندار کنار مکتب گپ مرا باور نمیکرد. بردم اونا، گفت که امروز جمعه است، مکتب رخصت. و برای من خیلی جالب بود و مو بیادم و بیت مشهور مرا انداخت که درس معلم گربه بود زمزمه محبت جمعه به مکتب آورد طفل گریزپا را. و این کاملا بجا و دقیق بود و من مطمئن شدم که با معلمی که بتانه این مهارت ها را تطبیق بکنه، میتونه شاگرد علاقه من بسازه. بسیار خوب مدیر صاحب، شما در مقدمه اشاره کردین و گفتین که شما فضای بهتر و خوبتری را به خاطر یادگیری شاگردان ایجاد کردین. واقعا چه تفاوت بین شیوه های سنتی و شیوه های مدرن آموزشی به خاطر یادگیری شاگردان وجود داره؟ دقیقا، یکی شیوه های سنتی که در گذشته بود، ما نمیتونیم همه شیوه های سنتی را بگیم که قابل تطبیق نیست یا مردود است. بعضی هایش فعلا هم قابل تطبیق هستند. اما شیوه های سنتی اکثرا معلم تشریح میکرد و شاگرد نشسته بود و توتیوار حفظ میکرد، میخانیکی دوباره ارائه میکرد. این شکل، این روش ها باعث میشد که شاگرد به عمق موضوع نرسد، شاگرد لذت نبره از درس و نتونه از او درسی که خوانده در زندگی روزمرش استفاده بکنه. اما شیوه های جدید درسی که کار گروپی است، پروژه‌ای است، روش توپ برفی میگیم برش، روش گالری واک میگیم، روش مطالعه فعال میگیم، روش مطالعه جورایی میگیم، نوشتن فعال، گوش دادن فعال، مذاکره و مناظره ها، به عین مناظره های انتخاباتی میشد دو شاگرد استاد بکنین به هم دیگه موضوع درس روش مناظره بکنن. اینها روش هایی هستند که فضا را به شاگرد دلچسب می سازه و معلم از زودتر به هدف می رسه. بله. مدیر صاحب، شما از فضای شاگرد محوری یادآور شدن. چگونه می تونیم که امی صنف را یک فضایی بسازیم که شاگرد محوری در او حاکم باشه؟ بستگی به معلم داره که محیط طوری بسازه. البته خود فضای صنف بله. در کشورهای مختلف فرق میکنه. در کشورهایی که مکتبا معیاری تنظیم شده یا ساختمان معیاری داره، صنفهای معیاری داره، فرق میکنه با مکاتبی که از مکانهای رهایشی استفاده میکنن یا جایی که او معیاری نیست. اما باز هم با در نظر داشته این مشکلات و عامل، معلم بسیار خوب میتونه این فضا را کور بکنه با روش های شاگرد محوری یا روش هایی که پیشتر گفتم. مثلا اگر درس خودت تبدیل بکنه به روش توپ برفی، ما روش توپ برفی از همون
برفی که لوله میکنن، طفلا بازو لول لاده میرن، بزرگتر شده میره، از امو گرفته شده. این روش میتونه یک کلمه از یک شاگرد بپرسه، در یک کاغذ باز نوشته کنه، شاگرد دیگه در اضافه بکنه یک کلمه، با کل صنف شاگرد ها احساس میکنن که یک تفریح و بازی است. اما معلم هدف درسی خود داره، این فضا را دلچسب میسازه به شاگرد و معلم زودتر به هدف میرسانه. حتی همو محیط صنف هم هر قدر کوچک باشه قابل تطبیق. بله دکتر، ببخشید مدیر صاحب، آیا در فضای یا در جامعه افغانی شاگردان که اینچنین هستن میشه که میتودایی که شما اشاره کردین تطبیق شود؟ دقیقا، ما عملا میتودایی را که من میگم در مکتب تطبیق میکنیم و تمامش قابل تطبیق است. بله. به این معنا که مهارت معلمی نباید بالا ببری، معلم باید توانایی تطبیق از این داشته باشه. اگر معلم مهارتش نداشته باشه، دقیقاً که کارهایی که شاگرد میوری یا بازی شاگردا باز به بی‌نظمی تبدیل میشه. این بستگی به مهارت معلم، به مهارت معلم داره. چگونه میتونیم که علاقه شاگردان را به درس افزایش بدیم؟ شاگرد وقتی علاقه‌مند به درس میشه که درس فهمیده باشه. یعنی شاگرد با یک متنی که در کتاب نوشته شده چیزی نمیفهمه، معلم باید او درس چنان انکشاف بده و چنان تحلیل و تجزیه بکنه و به فهم و درک شاگرد آمادهش بسازه تا شاگرد او را درک بکنه. وقتی شاگرد موضوع را درک کرد، او را دوباره ارائه کرد، لذت میبره. خود همی باعث میشه که شاگرد انگیزیش بیشتر شوه و دلگرم شوه به مکتب. طور مثال، شما اگر کار خانگیش اکثریت در دوران شاگردیش به این مشکل مواجه شده، کار خانگی برش داده شده، از توانش نبوده، اجرا نکده، وقتی فردا خواست مکتب بره، او طرف تهدید معلم در یادش آمده و این طرف هم خانواده فشار آورده که برو مکتب، طفل در دوراهی مانده، خب این طرف هم کسی به دادش نمیرسه، او طرف هم زمینه و مکتب گریزی فراهم میشه و مکتب گریزی. در اینجا نقش معلم که کار خانگی متناسب به زور شاگرد، به سویه شاگرد، به فهم شاگرد بده که دو هم وقت بازی، وقت خواب، وقت غذا خوردن شاگرد در نظر بگیره و این طرف والدین هم باید طفل همکاری بکنن که کار خانگیش اجرا بکنه. معمولا متاسفانه وقتی یک طفل کار خانگی میگیره، از یک طرف معلم و کار خانگی متناسب نمیده، 10 صفحه کار خانگی میده، او بیچاره که باید شب و روز نوشته کنه پوره نمیشه، او هم یک مضمون نه چندین مضمون. این طرف هم خانواده ها توجه نمیکنن، به خصوص اگر گاهی میمان بیاید دیگه فضای برای طفل باقی نمیمونه تا او بره کار خانگیش انجام بده، باعث میشه که طفل مکتب گریز شه. اگر اینی عوامل هم والدین و هم معلمین عزیز در نظر بگیرن، شاگرد برای درس و برای یادگیری علاقه‌مند میشه. بله مدیر صاحب، مطمئن هستم که این پرسش در ذهن کسایی هستن که سریع‌تر یاد نمیگیرن. خب میگن که چرا فلان نفر یا همسنفی ما بیشتر و سریع‌تر نسبت به ما یاد میگیره، واقعا دلیل در چی هست؟ در اینجا عوامل ژنتیکی، وراثتی، عوامل محیطی، عوامل اجتماعی، فرهنگی، خانواده تحصیل کرده، خانواده که تحصیل نکرده، اینا کل شریک است در اینکه شاگرد، یک شاگرد زود یاد میگیره، یک شاگرد دیر یاد میگیره. بله، یعنی اول باید عاملش تشخیص شوه، بعد از عوامل اگر تشخیص نشه و معلم وظیفه‌اش است تا این عوامل تشخیص بده، اطفال شاگردای خود مطالعه بکنه، از خانواده‌هایشان حتی از مادرها بیشتر بپرسه که این طفل چی خصوصیات داره، اینا میتونه معلم کمک بکنه که او شاگردایی که دیر یاد میگیره روش‌های جدا بر از اونها انتخاب سلامت بکنه. باشین، تشکر که با برنامه تشریف آوردین. حرف پیامی مونده باشه بفرمایید. تشکر از شما و از برنامه خوبتون و همچنان از بیننده‌های عزیز که مدتی ما را تحمل کردن. خواهش میکنم. و پیام ما برای معلمین عزیز، برای شاگردای عزیز ای است که کوشش بکنن خودشانه با محیط سازگار بسازن و توانایی زیادی دارن، او توانایی هایشان به خرج بتن و مطالعه بکنن. بهترین چیزی که میتونه ما را
بیشتر از درس دانشگاه و کتاب و مکتب درس مطالعه می باشد. بله بله، شما سلامت باشین. خب دوستان، بریم با طرف یک میون برنامه کوتاه دارید، اما باز هم همراهی شما دوستان را با برنامه گلبان خواهان است. بله دوستان، عبدالواسع قاضی زاده در برنامه حضور پیدا کردن و گپ و شنود می داشته باشیم مرتبط و ویژگی های یک گوینده خوب. اما قبل از همه سلام و صبحشان بخیر. سلام صبحتان بخیر قاضی زاده صاحب گرامی، خیلی خوش آمدید. سلام به شما. در نخست به نام خداوند بزرگ سلام و درود خدمت شما. علیکم سلام. تمام بیننده های عزیزی که ما را از طریق پرده تلویزیون جهانی و زیبای یک از تمام نقاط دنیا میبینند، صبح همگی بخیر. شما سلامت باشین. صبح شما همچنان بخیر سلامت باشه. صبح را چیگونه آغاز کردید؟ خوب بود والا، مثل همه روزا سرشار و شاداب. بسیار خوب. ورزش هم میکنین؟ بله معمولا، هر از گاهی. حرفه‌ای نه ولی دنبالش میکنم، فوتبال معمولا. بسیار خوب. کدام پست بسیار خوش دارین در فوتبال؟ والا من بیشتر مرکز دفاع رو میزنم. مرکز دفاع. نه. کسایی که میگن دفاع میزنن اونا ضعیف میباشن، راست است؟ والای حتما نفرهایی که فولوارد هستن اینو میگن. آه همون تا میگن. بسیار خوب قاضی زاده صاحب، شما که مشخصا هم مسلک ما هستین و دوست دارم بدانم که این روزا مصروف چی کار هستین؟ والا من درست است که معسل هستم و هر از گاهی به یک برنامه هایی که دعوت میشیم به لحاظ این که ما سوال بپرسیم یا اونجا بله، یک تحلیلی چیزی باشه. بسیار خوب. در شبکه های میریم که اونجا معمولا برنامه ها و مناظره های سیاسی باشه، اونجا پرسشی چیزی میپرسیم. بسیار خوب. قاضی زاده صاحب، شما که در مورد گویندگی قرار است ما و خودت گپشونی داشته باشیم، اول دوست دارم بدانم که از زبان شما یک تعریفی در مورد گویندگی، گویندگی چی است و واقعا گوینده کی است؟ تعاریف متعددی در مورد گویندگی تا کنون ارائه شده که کامل ترینش میتونیم بگیم که ارسطو هم از زیادشان گفتن، منتها کامل ترینش این است که گویندگی معمولا هنر یا حرفه ای است که شخص گوینده به نحوی میخواد فکر، اعتقاد، عقیده، حس منتقل بکنه از طریق با زبان شنیداری و بله از طریق یک سلسله قواعد و دستورهای به یک طرف دیگه، او طرف هم حس کنه او را، یعنی یک فشار از طرف مقابل حس کنه. اینی تعریف گویندگی است. بسیار خوب. قاضی زاده صاحب، ویژگی های یک گوینده خوب واقعا چی است که این گوینده را متمایز می سازه با سایر گوینده ها و یا هم مجری ها؟ این هم متعدد است در گوینده ها. بزرگترینش شناخت مخاطب است. شناخت مخاطب. شناخت دقیق مخاطب، استفاده درست از زمان، لحن خوب و چندین چیز دیگر که میتونیم از اونها به عنوان داشتن وقت خوب صحبت کنیم. و پیشترم گفتم که شناخت دقیق از مخاطب بسیار جا باعث میشه که ما به شکل بسیار خوب از اونها استفاده کنیم. یک ویژگی بزرگ یک گوینده موفق داشتن انبوهی از اطلاعات است. بله. در هر عرصه بدون شک باید یک خزینه از اطلاعات داشته باشیم که ما به عنوان یک دستاورد که مدام بخوایم یک چیز برای گفتن داشته باشیم، اون رو داشته باشیم همراه خود، مطالعه کنیم. یک گوینده باید مطالعه عمیق زیاد در هر عرصه داشته باشه. در هر عرصه داشته باشه. بدون شک. قاضی زاده صاحب، شما که میخواین گوینده شوین، واقعا ویژگی هایی را که پیشتر یادآور شدین در وجودتان هست یا میبینین در وجود خود؟ والا گوینده شدن به دو شکل، به دو طریق امکان پذیر است. یکی کسبی و تحصیلی است، یکی ذاتی است. خوشبختانه ای فن یا حرفه یا هنر کسبی هم است. ما به عنوان یک تواضع بگیم یا هر چیز بگیم، من نمیفهمم، منتها من در صدد ازی هستم که ایره کسب کنم. بیشتر نمیفهمم که خلاقیت در وجود من نهفته است یا خیر، و منتها در صدد ازی هستم که ایره من کسب کنم، تحصیلش کنم. یعنی تحصیل شدنی است، از به دو طریق تحصیل میشه که او یکی
فامیل است یکی بله امو راه و فنها است که از اون طریق ما میتونیم اون را بگیریم بله جذبش کنیم ویژگی هایی است که باید رویش کار شوه و رویش ممارست انجام شوه که رشد بکنه بیشتر بله بله بسیار خوب قاضی صاحب چگونه یک گرداننده خوب میتونه که ارتباط صمیمی و ارتباط مؤثر برای مخاطبین خود برقرار بکنه پیشترم یادآور شدم که معمولا راه های مقرد فقط گفتین که باید ارتباط برقرار بکنه حالا روی چگونگیش بس میده چگونگی ارتباط استفاده درست از لحن معمولا باید ما شناخت عمیق از مخاطبان داشته باشیم بلد. که بفهمیم اونا چه موارد رو میپسندن یک جامعه چه موارد رو میپسنده ما روی از اونا باید کار بکنیم پوشش درست استفاده درست از زمان اینا معمولا نقش بسزایی در جذب بیننده داره یا مو بگفتی بعدشان درست سخن گفتن و درست استفاده کردن از لغات و از موقعیت بسیار خوب مطمئنن که نقش اعتماد به نفس در هر کار از دنیا نقش مؤثر خود را می داشته باشه حالا بگوین که نقش اعتماد به نفس در عملکرد یک گوینده چقدر میتونه که تاثیرگذار باشه بله بسیار عمیق است بس ابتدا می خواهیم یک موضوع را بیان کنم که در گوینده ها معمولا بله. هر کسی وقتی که به عرصه گویندگی میاد حتما استراب داره استرس داره ای از این قاعده هیچ کسی مستثنا نیست در اوایل می داشته باشند بله بله بله, بله. در هر سخنرانی معمولا می باشه مونتا کسی که زیاد تمرین کرده باشه او را از بین برده می تانه فقط کنترل میشه از بین بله برده نمیشه بله. این خواص انسانی است دیگه اعتماد به نفس کامل رول به سزایی داره مثلا ما می توانیم وقتی که اعتماد به نفس کنترل کنیم یا داشته باشیمش به بسیار آگاهی هم موضوع را که میخواییم منتقل کنیم همون را منتقل کرده میتونیم سوای از این که استرس داشته باشیم که او باز افکار ما را مختل کنه ما به بسیار آگاهی و پیام را رسانده میتونیم بسیار خوب مطمئنن که باید یک گرداننده در شرایط و یا هم در دقیقه 90 قدرت تصمیم گیری را داشته باشه حالا با ما بگوین که چگونه یک گرداننده میتونه که در شرایط غیر منتظره با چالش هایی که در برنامه و پیش میه او را بتونه که مدیریت بکنه و چگونه امرایش میتونه که مقابله داشته باشه بله این هم یک بخش از اعتماد به نفس است بله. بخش از اعتماد به نفس که انعطاف پذیری یاد میشه مثلا بعض وقت او را کنترل زمان هم میگن که ما با کنترل زمان در گویندگی میتونیم که هم به مخاطب احترام بگذاریم و هم امو فشاری که ناشی از لحظه است یا یک اتفاقی رخ میده ما بتونیم او را به خوبی کنترل کنیم انعطاف پذیر بودن هم همی توانایی را برای ما میده که در لحظه طوری واکنش نشان بدیم با امو واقع که مطابق امو واقع باشه ای بر ما ای توانایی را میده که ای هم ناشی از اعتماد به نفس است وقتی که اعتماد به نفس کامل باشه ما سر موضوع آگاه هستیم سر زمان آگاه هستیم سر واقع و همون حال آگاه هستیم و بسیار خوبی میتونیم تمام موضوع را کنترل کنیم توسط اعتماد به نفس و انعطاف پذیری درست بسیار خوب بسیار عالی فرق بین برنامه های لایف و ضبطی میشه که به ما بگین که فرق اینا با هم در چی هستن و گرداننده های اینا ای دو برنامه با هم چی تفاوت هایی میداشته باشن والا برنامه های لایف معمولا فشار بیشتری دارن چون فرصت اصلاح در او بسیار کم است بله میدونشه فرصت تصمیم گیری خیلی اندک است برعکس این موضوع باز در غیر لایف هست بله. مثلا در اون ما میتونیم که اصلاح کنیم سوال ها را موقعت را امو اگر سهو یا اشتباهی صورت میگیره کمی و کاسی هست بله. رو اصلاح میکنیم منتها در لایف این موضوع نیست اونجا باید سرعت عمل وجود داشته باشه به بسیار زیرکی گوینده از استعداد خود استفاده کنم و زیرکی که داره و او را تمایز میتونه نسبت به دیگه گوینده ها یاد دا مردم عام بله قاضی صاحب چگونه میتونیم که از بازخورد مخاطبین خود به خاطر بهبود گویندگی خود استفاده بکنیم معمولا واکنش هایی که ما از طرف مردم دریافت میکنیم مردم دریافت میکنیم او یک انگیزه بزرگ برای ماست چون
به گفته آلبر کامو واکنش دیگران برای ما انگیزه میدن. قطعا ما نظر با واکنش از اونا درک میکنیم که چی صورت گرفته در کار ما. واکنش دیگران با ما انگیزه میده ولی بستگی به خود ما داره بله. که به طرفش منفی تماشا میکنیم برای هم مثبت. در کل مثبت هست این موضوع که ما بازخورد رو ببینیم، گاهی از او درس بگیریم که ما چی جای ما یا مشکل داریم یا کمی داریم. گاهی هم یک انگیزه بزرگ است، چون اگر ما موفق شده باشیم و شور اشتیاق مردم نسبت به خود رو ببینیم، این قطعا یک انگیزه بزرگ است و راه بزرگی رو باز میکنه رو به موفقیت. بسیار خوب قاضی صاحب، شما که از اعتماد به نفس بالای برخوردار هستین، ما چند وقت بعد شما را در رسانه های افغانستان ببینیم. تشکر، سلامت باشین. یک سوال بود از من. سوال بود بله. والا در صدد ازی هستیم که راه بیابیم، امیدوار هستم فرصتش پیش بیاید، چون برنامه های وجود داره برای من که قطعا ما او را به خاطر خود نمیخوایم، ما صرفا یک زبان میخوایم باشم برای مردم، یک زبانی که در چارچوب یک قانون او فعالیت میکنه و هیچ آرزه‌ای برای کسی نداره. امیدوار هستم یک فرصت پیش بیای که ما میتونم. انشالله. خیلی کوتاه توصیه‌تونم به کسایی که میخواین گوینده شوند را مشتمی. بزرگترین توصیه‌ای که من از دیگرها شنیدم و ایره به عنوان یک پیام انتقال میتونم برای دیگرها ای است که مدام مطالعه کنم. مطالعه در هر عرصه، چی فلسفه باشه چی شعر باشه، خصوصا برای یک گوینده شعر یا همو ادبیات کلاسیک زبانی که او سرش حاکم است یک رول بزرگ بازی میکنه، چون گوینده همراه لحن کلمات واژه ها سر کار داره. بله بدون شک. من نظر من فردی که میخواد گوینده خیلی خوب شه باید به مسلک خود عشق داشته باشه. عشق است که اونمون فردا میرسونه. شما سلامت باشین. تشکر. خب دوستان عزیز، میریم طرف یک میان برنامه کوتاه. در ادامه باز هم همراهی شما هموطنان عزیز خوب و نازنین مرا با برنامه گلبان خواهند است. بله دوستان عزیز، در بخش گزارش شهری قرار داریم و قرار است که این بخش از برنامه را من خدمت شما تقدیم بکنم. خب دوستان، موضوعی که امروز انتخاب کرده بودند و رویش گزارش تهیه کردن، البته امروز نه، چند روز قبل انتخاب شده بود و رویش گزارش تهیه شده بود که همکار خیلی خوبم حسنا جان اسمتی رفته بودند به سطح شهر و گزارش تهیه کرده بودند. موضوع خیلی مهم و خوبی را انتخاب کردند در مورد اخلاق طبابت. دوستان عزیز رفتن و گزارش تهیه کردن که مطمئنن اخلاق طبابت شامل یا مجموعه از اصول و ارزش‌هایی میباشه که بین دکتر و بین بیمار باید رعایت شوه و باید مد نظر گرفته شوه. بعضی از اصولش دوستان، می‌خوایم که چند اصولش به شما یادآور شم و نام بگیریم، بعد از اون باز میریم به طرف گزارشی که حسنا جان عصمتی آماده کردن. خب دوستان، مورد اول رعایت محرمانه بودن اطلاعات بیمار هست که دکتر باید تمامی اطلاعات که مربوط به خودش میشه را باید رعایت بکنه و باید حفظش بکنه، محرمانه نگه بدارش تا اینکه رضایت مریض نباشه، باید او را افشا نکنه. مورد بعدی دوستان عزیز شفقت و همدلی است. دکتر باید با برخورد خیلی محترمانه و خیلی همراه بیمار باید همدلی داشته باشه و همراهش برخورد خیلی خوب بکنه تا باشد که نگرانی هایی که بیمار در مورد بیماری خود داره کاهش پیدا بکنه و مشکلاتش حل شود و کم شود. مورد دیگر دوستان عزیز رعایت انصاف و عدالت است که تمامی بیماران باید به طور مساویانه و بدون تبعیض به خدمات درمانی باید دسترسی پیدا بکنه. حالا این نباشه که یک دکتر وقتی در یک شفاخانه کار میکنه و یک بیماری که از خیشا و خیشاوندایش میباشه او بیا باز او را اولویت بده و بیماری که ساعتها شیشته و نشسته به خاطر اینکه بره به طرف یا بره به دکتر تا اینکه دکتر او را معاینه بکنه، کسی که خیشایش است او را اولویت بده و کسی دیگه که ساعتها منتظر مانده او را نادیده بگیره، که اصلا درست نیست و به دور از موضوعات و اصول اخلاق طبابت میباشه. مورد بعدی دوستان عزیز صداقت و شفافیت است که باید دکتران با بیماران خود صادق باشند و با شفافیت تمام اطلاعاتی که ضرور هست باید به بیمار گفته شود، باید برشان بگویند و گفته شود. مورد دیگه دوستان عزیز احترام به
استقلال بیمار هست که بیمار مطمئنا در تصمیم گیری های مختلف و یا هم در تصمیم گیری های بیماری خود میتونه که استقلالیت داشته باشه و باید دکتران همچنان یک این استقلالیت را باید مد نظر داشته باشه و مد نظر بگیره. مورد بعدی تلاش به خاطر بهبود و کاهش آسیب است که هدف اصلی دکتران میباشه که باید بیماری که نزد بیمار پیدا شده باید را کاهش بده و به خاطر اینکه وضعیت بیمار سلامت پیدا بکنه و یا هم سالم شه و صحت پیدا بکنه به خاطر بهبودش باید کوشش بکنه. دوستای بود از اصول و قوانینی که باید یک دکتر مد نظر بگیره و از اخلاق طبابت شمرده میشه که من به شما بازگو کردم. حالا هم میریم به طرف گزارش شهری که آماده نشر است. گزارش شهری را با هم یک جا دیده و در ادامه باز هم همراه شما میباشیم. نام من دکتر رحمان الله ظفر د اطفال و داخله ناروغی و مالج او فعلا په هنزله میډیکل کمپلیکس کې خپل دنده ادامه ورکوم. سلام، وقت شما هم بخیر. سونیا بارکزای هستم، یکی از کارمندان کلینیک هنزله صدیقه. نوم محمد امان ده او د عمومي داخله ناروغی معالج. اخلاق طبابت، هر کسی که مثلا چپن سفید داشته باشه چون مریض از نامش معلوم است، مریض هست، دلش آزرده هست، زمانی که پیش ما مراجعه میکنه باید با الفاظ خوب با مهربانیت همراهش صحبت کرد. اخلاق طبابت خو لکه څنګه چې موږ ورته په انګلیش کې ورته میډیکل ایتکس وایو، دا په دې معنی دی چې مطلب یو ډاکټر باید د مریض سره څنګه رویه وکړي، څنګه د هغې هسټري واخلي، مطلب هغې څخه تاریخچه اخیستل، د هغې تشخیص کول او د هغې درملنه کول، یعنی مطلب هغې سره باید داسې کومه رویه وشي چې هغې ښه درملنه وشي. نو دا میډیکل ایتکس دی چې دا باید هر ځای دا پال وشي او هر ځای باید هم معملي شي او هم تعقیب شي. اخلاق خو ډیر مهم شی ده، خصوصا د ډاکټر لپاره. شکر ده الحمدلله موږ تاسو ټول مسلمانان یو او باید ښه اخلاق ولرو. په دې چې اخلاق یوازینی شی ده چې موږ تاسو چې یو مریض سره یو چا سره رویه کوو نو موږ تاسو هغه لپاره یو اعتبار پیدا کوو. مثال کله چې موږ تاسو ته مریض راځي موږ تاسو باید هغې سره ښه رویه وکړو، مریض ته داسې آزاده فضا ورکړو چې هغه خپل مشکل په ښه په خوشحالۍ او په یو آزاده فضا کې موږ تاسو سره شریک کړي او خپل مشکلات موږ ته ووایي او د هغې مطابق به موږ هغه ته معالجه وکړو او د هغې تشخیص او تداوی وکړو. طبیعي یک دکتر همراهی مریض باید مثلا از نگاه صحبت کردن عامیانه باید صحبت کرد، به خاطر از اینکه مریض باید بفهمه که دکتر چی میگه برش و به زبان خودش باید صحبت کرد. راز محرمیت مریض باید حفظ کرد. یو دکتر ته پکار ده چې د مریض سره داسې رویه وکړي چې کله مریض راځي د هغه لکه څنګه چې اسلامي وظیفه ده هغې ته باید سلام او ستړی مشي وشي او هغې نه وروسته د هغې څخه مناسبه تاریخچه اخیستل، د هغې پوښتنو ته او د هغې ارازو ته باید غوږ کېښودل، نه داسې چې په غوسه کې هغه تاریخچه واخیستل شي. د هغه باید ښه په ورین دندې واخیستل تر څو ښه تشخیص شي او ښه درملنه وشي، ښه ټریټمنټ وشي. د ډاکټر رویه باید مریض سره ډیره صمیمانه وي، یعنی هغه سره ډیر په نیک رویه باندې خپل رفتار وکړي، یعنی مریض ته داسې زشتې خبرې ونه کړي چې مثال هغه داسې د یو ډار احساس وکړي او خپل هغه مشکل ډاکټر صاحب ته په آزاد ډول باندې ونه وایي، یعنی ښه رویه ورسره وکړي او مریض ته داسې رویه ورکړي چې خپل مشکل د ډاکټر صاحب سره په ښه شکل باندې شریک کړي. یعنی زشتې خبرې داسې رویه کول چې مریض وډار شي یا مریض هغه خپل مشکل ډاکټر صاحب ته ونه وایي، نو یو ښه رویه باید ورسره وشي. صداقت خو باید د مریض او ډاکټر ترمنځ داسې وي چې دلته بعضې داسې امراض دي چې مریض نه غواړي چې هغه د هغې نه باید نور خلک خبر شي. نو یو ډاکټر ته دا پکار ده چې مطلب خپل پیل کې صادق اوسي، د هغې هغه کوم راز چې وي هغه باید افشا نه شي او هغه باید وساتل شي. بل دا چې کوم د مریض چې کوم غربت وي هغه باید په نظر کې ونیول شي، نه داسې چې مریض په اقتصادي حساب سره خراب شي. یا نو هم باید اقتصادي سیستم ته وکتل شي او هم باید د هغې راز او هر څه ته وکتل شي، هغې ته باید
ډاکټر متوجه اوس. دوایی که به مریض نوشته میکنی ای باید از به قلم شفر نوشته نباید شوه. مثلا مریض توانایی که مثلا داره نداره ایره باید از نظر بگیره یک دکتر. بلکل صداقت دیو ډاکټر لپاره تر ټولو مهم شاید. یو مریض چې راځي ډاکټر باید د هغه راز وساتي. بعضې داسې روغتیایي ناروغۍ دي چې هغه مریض په دې باندې شرمېږي چې ډاکټر صاحب سره شریکه کړي چې آیا دا ډاکټر به زما دا راز وساتي او به نه ساتي. خو باید مریض ته داسې یو رویه ورکول شي چې هغه هیڅ داسې تشویش ونه کړي چې ډاکټر به زما راز افشا کوي هغه او بل چاته وایي. یعنی همدغه د طبابت د اخلاقو نه ده چې یو ډاکټر باید داسې اخلاق ولري چې هغه د ټولنې او د ډاکټر ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. یعنی همدغه د طبابت اخلاق دي چې یو ډاکټر ته د هغه هنر ته زیبایی ورکوي. یعنی د هغه په ټولنه کې خپل ارزښت پیدا کوي. بله دوستان، گزارشی بود که همکار خیلی خوبم رسالت شهر رفته بودن و گزارش را تهیه کرده بودن که در مورد اخلاق طبابت بود و نظریات دکتر سایبار همچنان شنیدیم. امیدوار هستیم که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. چند مورد دوستان که ما اینجا با خود نوت کردیم میخوایم که با شما همچنان بازگو بکنم. مورد اول دوستان عزیز در مورد کسانی هستن که از طرف شب در شفاخانه ها نوکری وال میباشن. خیلی برخورد زشت و ناپسند برای کسانی که مراجعه میکنن بیمار میباشن میداشته باشن. اونها نباید قسم یک برخورد را داشته باشن بخاطر که اخلاق طبابتشان مطمئن که زیر سوال میرن وقتی که برشان مراجعه میشه و نوکری وال باید خیلی محترمانه امرشان برخورد بکنه و مشکلشان پرسان بکنه. اگر از توان خودشان بالا میباشه میشه که باز تماس بگیرن بخاطر یا با کسانی که مسئول هستن. این چنین میشه که اخلاق طبابت رعایت شوه. مورد دیگه دوستان عزیز فضا است که فضا باید به بیمار خیلی مساعدتر و خیلی راحتتر و آرامتر باید مساعد شود تا باشد که بیمار بتونه مشکل خود درستتر و خوبتر به دکتر بیان بکنه و دکتر خوبتر و بهتر به مشکلش و یا هم به بیماریش رسیدگی بکنه. فضا باید همقدر صمیمانه باشه. باید خیلی گفتگوهای عامیانه میان بیمار و دکتر صورت بگیره که درستتر افهام و تفهیم شود. خب دوستان این بود موردی که یا گزارش که خدمت شما تقدیم کردیم یا بخش گزارش شهری بود که خدمت دیده های گرم شما تقدیم کردیم. حالا هم میریم به طرف یک میان برنامه کوتاه. در ادامه باز هم ما در استدیوی برنامه گلبانگ مهمان دار است. بله دوستان، برگشتیم و دوباره در خدمت شما هستیم. صبح کسایی که تازه به جمع ما پیوستن بخیر باشن. انشالله که از صحتمندی عام و تام و کامل برخوردار باشن. خوشبختانه که ورزشکاران عزیز و نازنین و گرامی در برنامه حضور پیدا کردن که هر یکیشان ویسر رحمان سخی زاده و دلاغا حکیمی در برنامه حضور پیدا کردن و گپشونیت می داشته باشیم مرتبط به فعالیت ها و دستاوردهایشان. اما قبل از همه می خواهیم که یک صبح بخیری امرشون داشته باشیم. ویس جون عزیز سلام، صبح بخیر، خیلی خوش اومدی. سلام خالد جان، سلام به شما، سلام به بیننده های تلویزیون شما و خوش هستم که امروز در کنار شما هستم. قربان خودت، سلامت باشی. ما هم خوشحال هستیم که خودت در برنامه داریم و قرار است که گپشون داشته باشیم. تشکر، سلامت باشین خالد. قربان شما. دل آقا جان سلام، صبح خودتان بخیر. علیکم سلام. من سلام تقدیم میکنم به خودت، به کسایی که تلویزیون یک بیننده هستن. سلام تک تک ملت افغانستان. خود سلامت باشی. سلام. صبح چگونه آغاز کردید دلاغا؟ صبح بسیار خوب، پر انرژی. بسیار صبح با احساس بسیار خوب. بسیار خوب. معمولا در صبحانه چی نوش جان میکنید؟ معمولا اول نماز میخونیم، بعد میریم تمرین. بعد تمرین آمدیم با چیز غذای خوب تهیه میکنیم، بعد ورزشکار غذای خوب بخوره که تمرین میکنه انرژیش میره. بعد چیز بخوره که انرژی بگیره. قبل از تمرین باید غذا بخورین یا بعد از تمرین؟ بعد از تمرین. قبل از تمرین که شکم گرسنه باشه باز میتونین که تمرین بکنین؟ مشکل نیست، گرسنه باشه یک تو کیله بخوره یک سیب بخوره مشکل نیست، با زیاد نخوره که تمرین دم میکنه. فقط در حد باشه که بتونه تمرینات خود به پیش بگیره. بسیار خوب. وایس عزیز خود صبح چگونه آغاز کردی؟ صبح نسبتا با صبح های دیگر امروز پر انرژی آغاز کردیم خالد جان، صبح خوبی بود. بسیار خوب. معمولا در هفته چند روز خود تمرین می داشته باشی؟ معمولا ام ام ای تو از خالد جان که بسیار انرژی میخواد، دیگه ورزشکارا یا دیگه مثلا به صحت خود میرن باید هفته 3 روز تمرین کنن به خاطر که ورزش می بسیار ورزش ثقیل است. اما ورزشکارا حرفه‌ای یا که میخوان به خاطر مسابقات هر شان
باید هفته 7 روز متواتر تمرین کنه. امی کسایی که بیننده خودت هستن با یک ذره وزنشون زیاد است و میخوای که مثل خودت یک ورزشکار باشن و هم در رشته ام ام ای، توصیه به اونا چی است؟ توصیه ما به افرادی است خارج جان که به خاطر وزن کم کردن تمرینای قسقیل هم نیست و به خاطر چربی سوختاندن، رسبان بازی و شکم زدن و دواش بسیار خوب است. بخاطر وزن کم کردن ورزش میگذر سقیل است. خب راه های است که میشه که وزن کم کرد. بله دل آقا، کسی که وزن زیاد است نمیتونه که بوکس بکنه، نمیتونه که در ام ام ای وارد شد؟ میتونه، چون نمیتونه او پلان بگیره، دف بگیره، بعد دف خود میرسه ورزش کنه، بعد از غذای خوب بیسو استفاده کنه که وزن نتیش او خودش باید دیگه پر انرژی تمرین کنه، میتونه که فامیلی برسه به هدف خود. چقدر وقت میشه که خودت مصروف پذیرش هستی؟ مدت 5 سال میشه. 5 سال میشه ماشاءالله. در مورد دستاوردهای به ما بگو. دستاوردهای میشه 5 تا مدت. چند مسابقه در کل در مجموع انجام دادی و چند پیروزی داشتی؟ چند تا شب واگذار کردی؟ بالا 5 مسابقه کردیم، 5 پیروزی. ماشاءالله. شکست ندادم. هیچ شکست ندادی. مسابقات خارجی چطور؟ نه نکردم خارجی. مسابقات خارجی چه انجام ندادی؟ تصمیم داری که مسابقات خارجی انجام بدی؟ هدف حریفت کی باشه؟ حریفم بخیر دیگه، در مسابقات خارجی رسیدیم دیگه، همراه افغانی نه، همراه خارجی، پران و خارجی میخوایم مسابقه کنیم. حریفت در افغانستان کی هست؟ در افغانستان دیگه فعلا دیگه مسابقات دیگه باش پیشروی است که کی پیشروی ما برابر میشه مسابقه کنیم امروش. یعنی تارگیت نکردی کسی را؟ نه. بسیار خوب. در مورد مدالایی که خودت به دست آوردی میشه که صحبت بکنی که در کجا، چی وقت و چگونه به دست آوردی؟ این مسابقات در سازمان ام کی اف سی بود. سن ام کی اف سی دو تا مدال می‌بینی. مقام اول در جام گرفتی. اضافه یام است. آه، ام اردوش است. و اون سه تا از یک مسابقه است. آه، ام کی اف سی فایت کردیم. بسیار خوب. و ام سی مدال یک است. یکی در سازمان ام جی فکر کنم که نوشتنی. جی سی اس. خان. و فکر کنم در ام یا در سازمان ام دبلیو اینقدر مدال داشتی که یادت رفته که بله بله اونو خوش مولان نمیشه وارد نگفتم و یام فکر کنم از خودت هست دل آقا نه از وایس خواه از وایس جان هست وایس از این صحبت بکنم آوردش والا خاله جان این مدال های ما سازمان جی سی اس ام کی اف سی اف ان سی اس سی اس اچ اف سی و از بسیار سازمان های دیگه است که خودم 7 سال میشه در رشته مبارزات آزاد تمرین میکنم. 7 سال و 19 مسابقه کردیم که در 19 مسابقه 3 باخت دارم و 16 پیروزی و چهره ما آشنا است با تمام مبارزین افغانستان که ملقب به شکست ناپذیر تایگر تیم هستم و ماشاءالله خدا مهربان است که انشاءالله یک روز افتخار به افغانستان و به فامیلم شوم. انشاءالله انشاءالله که خودت هم مسابقات خارجی داشته باشی و با بزرگترین هدفی که به خود تعیین کردی، حالا نمیفهمم که چی است برسی، چی است بزرگترین هدفت؟ والا خاله جان قن فعلا هدف تمام ورزشکاران ام ام ای سازمان یو اف سی است که بزرگترین سازمان در سطح جهان است. بله و هدف تمام ورزشکارا یو اف سی است و ان شاء الله به امید هستیم که ان شاء الله یک روز خودم به یو اف سی برسم. ان شاء الله و استاد قهرمان ما مسوال اسن زاده که اولین فایتر است که از خود افغانستان به یو اف سی رایا. بله و 4مین نماینده حال حاضر یو اف سی در افغانستان شد و 5مین نماینده افغانستان در یو اف سی شد و انشاءالله خدا مهربان است که همراه تمام ورزشکاران افغانستان یک روز در یو اف سی پا بگذاریم. بله بدون شک از ساحل جان یاد کردی، اگر بیننده ما هست سلامای ما را همچنان پذیرا باشه. خب وایس عزیز، جدا از اینکه تمرین میکنی دیگه مصروف چی کار هستی؟ نه خاله جان قن فعلا خو این مسئله از افغانستان تا که کار نکنی نه ورزش کنه میتونی نه زندگی تا پیش برده میتونی و خودم شغل آزاد دارم، فعلا یک دکان دارم، دو جا مصروف کار هستم و مکتب خلاص کردم، فعلا فارغ از صف 12 شدم و در اونجا کار میکنم و تمرین میکنم. بسیار خوب دل آقا، در مورد مسابقه‌ای که انجام دادی، آخرین مسابقه‌ت میشه که بیشتر وضاحت بدی در کجا بود، چقدر برای شما دگی گرفته بودی و یا با گزارش کردی یا برنده شدی؟ نه برنده شدم خاله جان، در سازمان کفسی بود. بسیار خوب. در هم دوال عزیز و شکست دادم بسیار و خوبش که حتی استادا بسیار فایت مرا خوش کردن. نکاوت میگن؟ نکاوتش کردی؟ نه نکاوتش کردم. نکاوتش کردی ماشا؟ بله نکاوتش کردم دیگه، استازا فایت مرا خوش کرد، نمران دوال نکاوتش کردم. بسیار خوب. و مسابقه که در پیش داری چی وقت هست؟ مسابقه پیشوی بخیر دیگه، فیلن دیگه مسابقه آموتور هست، پروفشنال بند شده دیگه، فیلن دیگه ورزش میکنیم دیگه، مسابقه پیشوی نداریم. بسیار خوب. گفتنید بوید از کسایی که خودتا بیننده هستن و بی انگیزه شدن دیگه نمیخوان که ورزش بکنن چی هست؟
ورزش خود تمام نیست، مثال تو مسابقه کنی و قهرمانی کنی و صحت سلامتت بکو، خودت سلامت بودی و صحتت بجور بود، خودت یک قهرمان هستی. یه خونه است تو ورزش که تو یک قهرمان شوی، باید با صحتت که اینجور بود خودت یک قهرمان هستی. بدون شک مگه عقل سلیم در بدن سالم هست. بسیار خوب وایس عزیز، خودت در مورد آخرین مسابقه بگو و مسابقه بعدی تمرای کی است بیشتر وضاحت بده. خاله جان قن مسابقه آخر ما خود دیم که اف سی بود که بدبختانه بگیم چه شکست خوردم، به خاطر که ما خودم کلان مسابقه که برد باخت داره، مسابقه برد باخت داره خب بازم کلان خانه خودم هستم و کارگر خانه خودم هستم، نظر با مشکلاتی که داشتم. مسابقه را دو نیم راوند خودم برده بودم، خود درام سه متاسفانه سب میشن گیر آمدم. وسط میشن چیزی است که نامرد است، انسانی که گرفت خلاص. انسانی که گرفت دیگه رهایی از این سخت است. خاله جان مسابقات MMA پروفشنال باند است و ما فعلا از آماتور خارج شدیم. از سن 18 که پیش رفتی دیگه مسابقات پروفشنال است. و دیگه اتو مسئله است خاله جان خان که تنهایی نیست که مسابقه باند است. اگر ما بگیم فعلا ما خوش هستیم که MMA مسابقات باند است، بخاطر چی؟ که جوانای افغانستان که هستن فعلا خرچ خانه خود کجده نمیتونه، خرچ فامیل خود داده نمیتونه. یک مسابقه پروفشنال که یک جوان میکنه کم از کم کهش مصرف نکنه، باید 5000 بانی مصرف کنه. و سازمان ها که از فعلا در افغانستان است کلش به خاطر نفقات مسابقه را برگزار میکنه. یک جوان که مسابقه کنه 3000 بانی شه میگیره که ما ثبت شیرداک میکنیم این میکنیم این میکنیم. بله بدون شک ما خودم تا فعلا 6 مسابقه پروفشنال کردیم که من را گفتن ثبت شیرداک میشه، که باید فعلا 6 مسابقه ما ثبت شیرداک جهانی می بود. سلامت باشی خودت. و این مسئله است که ثبت شیرداک داشته باشی با سازمان های پیش میری. فعلا ما خودم در شیرداک پروفایل دارم، اما ریکارد ما خالی است و سازمان هایی که بلند میری که مسابقه میکنی اول پروفایل شیرداک دارم میکنی. تشکر باید جان، حرف حدیث ها بسیار زیاد است و اینجا میبینیم دوستان از قسم در تصویر تماشا میکنن که مدال ها است و تقدیر نامه ها است. متاسفانه که وقت ما محدود است، خیلی کوتاه کوتاه پیامه شما را میشنیم. وایس عزیز بفرمایید. پایما به جوانای از خاله جان که مایوس نشن، ناامید نشن، خدا مهربان است، یک روز میشه که بخیر. کل افتخار به افغانستان و به فامیل خودم تا پرچم سرنگ افغانستان به جهان نشان بده که افغانستان همچین کشور است که قدرت داره. سلامت باشی. تشکر دلاغا جان، میشه که خودت هم پیام تا داشته باشی. پایما به جوانان این است که درس تعلیم بهترین چیز است. بدون شک درس تعلیم داشته باشن بهترین به هدف خود میرسن. درس بخون در جای میرسن. ورزش مثل سوال حسن زاده، نصیحت اکبر است، فرید بشارت، خیال فامیلی خود مایوس نشده بود، قربان خودت هدف داشتن، هدف خود رسیدن بخیر. سلامت باشی. بعدان می هست که تمرین کنن و می هدف برسن بخیر. بدون شک درس هم بخونن در پالی درس باید ورزش هم بخیر. مبخش خاله جان نک تشکری خاص میکنم از استاد قهرمان و استاد کرام دین مرخیل که بالای ما زمانات زیاد میکشه که خفه نشن. خودت سلامت باشی. تشکر. انشالله که بیننده بوده باشن، اگر بیننده است سلامای ما هم چنان پذیرا باشه. خب دوستان عزیز، این بود برنامه گلبانک خدمت شما تقدیم کردیم، تا ای که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم با محتوای روز بعد. همه شما دوستان را به خداوند یکتا و منان امانت می‌سپارم.